ناتاشا شیگینه ساکن 38 ساله شهر خوجند هفته قبل درباره سرگذشتش و بیماریه که داشت در نزد دوربین رادیوی آزادی صحبت کرده بود. به نقل خودش در کودکی از والدین محروم مانده و در پی زندگی نابرار سالهای آخر بی خانه و جای مانده است. چند سال آخر از بیماری سرطان امراض زنانه رنج می کشید و صبح 26 دکبر فوتید. نام اوچین помогли правоохранительные органы. با ما از مقامات های انتظامی خیلی کمک کردند، از اداره دادستانی، شعبه کارهای داخله، یاری تعجیلی، سردخانه، مسئولان قبرستان های خوجند کمک فوری رسانیدند و دیروز او را به خانه آخرت گسل کردیم. разговоров увезли её в морг. از او یک دختری 12 ساله با نام ویکا به یادگار ماند. حالا وی در یک از مکتب اینترنت خوجند تحصیل میکند. یک برادرش بیمار است و در خانه معیوبان بوده است. و در صحبت آخرینی که داشت تنها میخواست تقدیر دخترش به او مانند نباشد. من در یتیم خانه شهر دوشنبه کلان شدم و بعد به اینجا آمدم. این قصه دور و دراز است. پدر و مادر ندارم. من پیشتر در آشخانه ها کار میکردم. ولی با سبب بیماری سال هاست که همینجا میشینم. هنگام بیماری به او آدمان خیرخواه و همتقدیرانش کمک میکردند. در گوشه ویرانه که او زندگی داشت با به سرپناهان زیاد روبرو شدن ممکن است. یا پریخال از کازاخستانه. من از قزاقستان آمدم و اون وقت مرزها به سبب کرونا ویروس بسته بودند. من به اینجا آمدم که این زن نیز همینجا بود و ما همراه در یک دولون زندگی میکنیم. اینجا شرایط نیست. حاجتخانه و حمام در بیرون است و ببینید حجره ها خنوکند. فوتی چنین آدمان را نمونه از تقدیر بدی افراد آوارگر در تاجیکستان می دانند که تعدادشان به تدریج زیاد می شود. مقامات نمی گویند که برای به زندگی معمولی برگرداندن این افراد چی برنامه دارند. کارشناسان می گویند یکی از مشکلی بنیادی بی سرپناهان نداشتن حجت است. حالا نمایندگان جامعه شهروندی تلاش دارند با آنها دستی یاری دراز کنند. خیلی تأسف آور است که در 10 روز آخر 3 نفر از بی سرپناهان فوتیدند. یکی از آنها پیرانسال بود و 2 نفر دیگرش جوانتر. تا حال در سمت کار با بی سرپناهان یگان نویگری نیست و اکثریت آنها کمک دولت را انتظار هستند. فقط دولت می تواند در این حالت به آنها کمک کند. سازمان دیار در خوجند در آخر ماه سپتامبر سال 2021 با مدد بنیاد ناتبن و اختیاریان شخصان بی سرپناه را در سوخت معین کرد و در میان آنها پرسش گذراند. تحقیق معلوم کرده است که در ولایت سوخت قریب 500 بی سرپناه زندگی می کنند. مؤلفان می گویند در 2 سال تنها در خوجند 30 شخص بی خانمان در کوچه و گرش ها و جای های دیگر فوتیدند. سن میانه آنها 35 است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.